باشه که امروز به قوت روح خدا حقایق ابدی کلام خدا نه مثل اون بسترهایی که کشاورز میپاشه هر جایی که دلش میخواد. حقایق ابدی کلام خدا مثل اون میخوای باشه که محکم به زمین دل ما کوبیده بشه. به قول کتاب جامعه باب 12 آیه 11 میگه کلام خدا و مثل میخوای در قلب ما کوبیده بشه تا تأثیری ابدی بر زندگی تک تک ما و همینطور وقتی بر زندگی ما یه تحول عمیق اثر ابدی بذاره بر زندگی دیگران هم حتما خواهد گذاشت. آمین. موافقین؟ من خیلی وقت به این نتیجه رسیدم که ما در آرزوی چیزهایی هستیم، برای چیزهایی دعا میکنیم که خدا قبلا به ما داده. صدا اذیتتون نمیکنه عزیزان؟ فکر میکنم خیلی بلنده، اگه یه کمی کمش کنی علیرضا جان ممنون میشم. پس دوباره میگم خیلی وقتا ما در آرزوی چیزهایی هستیم، برای چیزهایی دعا میکنیم که خدا قبلا اونو به ما داده. مشکل ما نداشتن این چیزها نیست عزیزان، بلکه آگاه نبودن از اینکه ما در عیسی مسیح در چه دولتی، از چه دولتی، از چه مواهبی برخوردار هستیم. وقتی این آگاهی در ما بمونه، کم کم تبدیل به ناشنوایی و نابینایی روحانی میشه و کم کم که عادت کنیم تبدیل به سخت‌دلی میشه. در نتیجه وقتی کلیسا میان، اگه هزاری هم پیام‌های تکان دهنده، پیام‌های بیدار کننده بشنویم، ما رو به طرف رهایی و آزادی سوق نمیده، بلکه در یک چرخه عادتگونه بی‌حسی روحانی قرار میگیریم. باور میکنی؟ برای همینه که پولس در رساله قدرتمند و نفسگیر افسوسیان عظیمترین و عالیترین دعای ممکن رو برای من و شما، تک تک شما، در رساله به افسوسیان کرده. اینطور دعا میکنه که خدایا چشمای دل ما رو روشن کن، به واسطه روح خدا چشمای ما رو روشن کن تا بشناسیم با چه امیدی خدا ما رو نجات داده، خدا ما رو دعوت کرده، خدا ما رو فراخوانده. نه فقط فراخواندگی خودمون رو بشناسیم، بلکه اون میراث عظیمی که در عیسی مسیح خداوند داریم. آمین. که فقط و فقط در اتحاد با مسیحه که تمام این دولت و مواهب و ثروت رو میتونیم قابل لمس به دست بیاریم و با اون زندگی کنیم. ای خدا چشمای دل ما رو روشن کن. آمین. عزیزان، روحانیت در عیسی مسیح خداوند، اون روحانیت حقیقی یعنی بینا شدن، یعنی ببینیم اونجور که خدا میبینه. عظیمترین رسالت عیسی مسیح خداوند این بود وقتی به این جهان اومد که کور رو بینا کنه، کورهای روحانی رو و ناشنواهای روحانی رو شنوا کنه. آمین. این عظیمترین رسالت عیسی مسیح بود و بدون اون هرگز ما حتی نمیتونیم وارد خط اول نجات بشیم. پس خوب از همون اول اگه موافقین من و شما با هم دیگه دستامون رو روی چشممون بذاریم، روی گوشمون بذاریم، بگیم در نام عیسی مسیح خداوند چشمای روحانی منو باز کنه خداوند. به قدرت نام عیسی مسیح گوشهای روحانیمو باز کن. در نام عیسی مسیح خداوند. آمین. این پیام بر اساس سه پایه بنا شده که تماماً یادآوری روح القدس بود. از تمامی جلال، تمامی جلال و اکرام از آن او باد که هم اکنون، همین الان در بین ما حاضره و قادر از پیامش مراقبت کنه و
و برای تشنگان این آب حیات رو برسونه. آمین. در سال 1999 در بحران شدیدی که به سر می بردم بعد از سمینار مایز، در خواب صدای نجواگونه به گوش من رسید که منو که چشمه آب حیاتم ترک کردی و برای خودت حوض‌هایی کندی که آب تو خودش نگه نمی داره. و نمی خوام به اون روزا رجوع کنم که این ملاقات و این بیداری چه تحول عمیقی در قلب من به وجود آورد. ولی دوباره در 2007 بود که این دفعه صدای خدا رو نشنیدم، بلکه صدای خودم بود که از درون وجود من بیرون می آمد، نالگونه در حضور یک شخصی که نامرئی بود، قابل رؤیت نبود، ولی حضور سنگینش اونجا احساس می کردم. ناله‌ای که از دهان من بیرون می آمد این بود: ای خداوند، تو سطل نداری و چاه خیلی عمیقه، پس چطور می تونی به من آب زنده بدی؟ و تقریبا ماه پیش، تاریخش رو دقیق نمی دونم، فکر کنم یک ماه و نیم پیش بود، تصویری خیلی زنده دیدم در روح. یک شنبه بود که شخصی پاش توی تله بود، پای چپش توی تله بود و با این دستش هندیشو گرفته بود و همین جور داشت نگاه میکرد و اصلا متوجه نبود که پای او در تله است. نشان خیلی مشخصی از ناآگاهی و بیخبری شخصی که در تله در لغزش داره زندگی میکنه و اصلا متوجه نیست. در طول کلام امیدوارم جاپای این سه تا هدایت قلبی که روح القدس داده امروز متوجه بشین. شاید به طور مستقیم من به اون اشاره نکنم، ولی اگه بیدار و هوشیار باشین عروسان عیسی مسیح خداوند، حتما متوجه میشین که روح داره به کلیسا چی میگه. آمین. با یک سوال شروع میکنم. فکر میکنی در 50 سال آینده، 70 سال آینده کسی من و تو رو به یاد میاره؟ کسی هست که الان اینجا اسم پدر پدر بزرگش رو یادش باشه؟ اگه نمیدونین اصلا ناراحت نباشین، چون عده کمی موضوع یادشونه. من اول همه، من کم کم داره اسم پدر بزرگ ما میادم میره. و یعقوب این حقیقت دردناکو در کتابش یعقوب باب 4 آیه 14 اینجور میگه، میگه از آن رو که حیات شما چیست مگر بخاری نیست که اندک زمانی ظاهر میشود و ناگهان ناپدید میشود. و موسی چقدر زیبا به این حقیقت اشاره کرده در مزمور 90 آیه 10، میگه ایام عمر ما 70 سال و اگر بنیه قوی داشته باشیم مثل قوم ارامنه، ژن ارمنی تومون باشه، اگه خیلی قوی باشیم 80 سال، لیکن فخر آنها محنت و بتالته، زیرا به زودی تمام میشود و به سوی خدا پرواز میکنیم. و سلیمان پادشاه که غیر معمولی ترین شخص در تمام تاریخ بشریت بوده، گفته چقدر افراد میان و میرن و فراموش میشن، چون که زندگی باطل و عباطله. وقتی به سلیمان نگاه میکنیم زندگیشو، او یک سازنده قهار بود، یک فرماندار بود، یک نابغه مالی بود، یک رهبر نظامی بود، یک دانشمند بود، حکیمترین مردی بود که در تمامی مصر گفته حکمتش از جمیع مصریان عظیمتر بود. او یک متخصص از تاریخ طبیعی بود عزیزان، یک جانورشناس بود، یک طبیعتگرای بزرگ بود، کسی که درباره درختان، سروهای آزاد لبنان سخن میگفت.
وسعت دل و ذهن او کلام خدا میگه وسعت ذهن و دل و هوش او از جمیع ریگ‌های کنار دریا عظیم‌تر بود. او در مورد گل‌ها، در مورد باران‌های بهاری، در مورد فصل‌ها و رابطه اونها با هم در کتاب غزل غزل‌ها، امثال و جامعه چه سروده‌های زیبایی سروده. رابطه‌های ناب عاشقانه داشت که این کتاب غزل غزل‌ها با شلمین علاوه بر اون رابطه عاشقانه میگه بانو و بانوان زیادی برای خودم میگرفتم. 700 بانو و 300 سیغه در حرم سرای او بالبال می‌زدن. هر چی که میگه آرزو داشتم در این، هر چی که چشمم می‌خواست، چی میگه دلم می‌خواست، چشمم می‌خواست، دریغ نداشتم. دل خودم رو از هیچ خوشی و خوشگذرونی باز نداشتم. ولی در آخر اینک می‌بینم که بتالته و در پی باد زحمت کشیدنه. عزیزا سلیمان ارزش دانش، رابطه‌های حسنه، کار، لذت، سعادت، کامیابی رو خار نمی‌شموره. او کاملا واقفه که زمین نیکوی خدا داده که انسان‌ها از اون متلذذ و بهره‌مند بشن. امانت‌های عالی خدا برای لذت بردن من و توه. سلیمان داره از زاویه انسانی این کلمات رو می‌نویسه که خدا رو از صحنه زندگیش کنار گذاشته. داره از زاویه انسانی سخن میگه که صبح که بلند میشه اولویتش خدا نیست، بلکه چیزهای دیگه است. او میگه تمام چیزهایی که ما تو زندگی داریم اگه خدا مرکز نباشه، اگه اولویت زندگی ما روی خدا نباشه، تمام چیزهایی که ما تو زندگی بهش میچسبیم و دست و پا میزنیم، اول باعث حسادت، قبطه و رقابت دیگران میشه و بعد در آخر باعث میشه خودمون احساس پوچی و بتالت بکنیم. وقتی تمناهای سیری ناپذیر ما گذاشته نمیشه کنار و در رأسش خدا قرار نمیگیره، اون موقع مثل سلیمان میگیم باطل و اباطله و همه چیز به دنبال باد دویدنه. وقتی به دنیای معاصر خودمون نگاه میکنیم عزیزان، یکی از مشکلات عصر فضا و تکنولوژی ماشین اینه که احساس یک نواختی و بتالت، پوچی و تکراری بودن زندگی های ما رو در بر گرفته. با تمامی انواع و اقسام تفریحات باز هم ما به دنبال تنوعی بیشتر هستیم. آیا غیر از اینه؟ و مسیحیان هم از این احساس هرگز مستثنا نیستن. برای بسیاری از ایمانداران حتی زندگی روحانی خسته کننده و یک نواخت شده. احساس دل مردگی، احساس دل زدگی وقتی به سراغ ما ایمانداران میاد، انعکاس اولیش اینه: از این سمینار به اون سمینار، از این پیام به اون پیام، از این سایت به اون سایت. اینا اصلا بد نیست، ولی حتی موعظه الان تو رو نمیتونه سیر و اقناع کنه اگه از طریق او دنبال خدا نباشی. ولی وقتی خدا رو ملاقات میکنی، کلام خدا میگه مثل بچه از شیر بازداشته شده نزد مادر خود اینقدر بالبال نمیزنی به این ور اون ور. ولی دریغ، با تمام تلاشایی که ما ایمانداران میکنیم از این ور به اون ور، خود من بارها این تجربه رو کردم، ولی دریغ از کوچکترین تحول درونی. و در آخر باز هم مثل سلیمان به جایی میرسیم که گوشهای ما از شنیدن خسته شده، دیگه نمیخوایم بشنویم. مشکل انسان این عزیزان که هیچ وقت احساس رضایت و قناع نمی کنه و دائما در جستجوه. خود واقعیت جستجو بازم میگم اصلا بد نیست، بلکه ما رو به جلو و پیشرفت سوق میده. اصلا من نمیگم جستجو نکنی، بلکه مشکل انسان اینه که تشنه و گرسنه است، از درون خالی و تهیه، ولی در جای اشتباه مشکل گرسنگی و تشنگی خودشو رفع میکنه. عیسی خودشو به عنوان آب حیات، نان حیات معرفی میکنه.
در یوحنا 6:35 میگه کسی که به نزد من بیاد هرگز تشنه نمیشه، کسی که به من ایمان بیاره هرگز گرسنه نمیشه. ولی انسان ناآگاه در جاهای اشتباه رفع تشنگی و گرسنگی میکنه. ارمیا 2:13 میگه قوم من دو کار بد کردن، اول که منو ترک کردن، دوم این که برای خودشون حوض‌هایی میکنن، حوض‌های شکسته‌ای که آب تو خودش نگه نمیداره. و در نهایت این حوض‌های شکسته برای ما عزیزان مثل اون دام و تله میشه که ما رو در اسارت و غل و زنجیر نگه میداره. ما همه ایمان داریم، میدونیم لحظات تعیین کننده در زندگی ما ایمانداران بوده. وقتی که ایمان میاریم خدا یک دفعه وارد زندگی های ما میشه، ما تجربه شیرین آزادی، رهایی و آرامش رو تجربه میکنیم. ولی چون آزادی عزیزان، چون شفا، روایت یک سفره و تا آخر ادامه داره. هر روز باید از این آب نوشید، هر روز باید تشنه و گرسنه خدا بود. چیکار میکنیم؟ فکر میکنیم که همون یه بار کافیه و اینطور میشه که به این لمس های سطحی، قلقلک های روحانی بسنده میکنیم و ایماندارهایی میشیم که در نهایت مثل اون تصویری که دیدم، پای لغزش خورده، تلفن به دست که اشاره، عزیزان خدا برای من باز کرد، اشاره به شخصیه که در نهایت پر از در اسارته ولی پر از بیخبری و ناآگاهیه. اول فکر کردم فقط اون شخصه، میخواستم برم بهش بگم، پاستور گفت اصلا فایده نداره چون چشاش بسته است، اصلا نمیفهمه و شروع میکنه 2 ساعت جر و بس کردن. ولی بعد فهمیدم اگه خدا چشمای ما رو باز نکنه، کیه که بتونه کدوم نصیحته؟ و اون شخص سمبول من و خیلی ها میتونه باشه. سی‌اس لوئیس، یکی از برجسته‌ترین متفکران قرن 20 که مسیحیت ناب رو نوشته، خیلی تشویقتون میکنم این کتاب رو بخرید، گفته وقتی به یک ماهی میگی خیسی اصلا متوجه نیست. چرا؟ چون در قلمرو خیسی داره زندگی میکنه، ولی به محض اینکه او رو از آب بیرون بیاری میفهمه خیسی یعنی چی. عزیزان اگه یک بار، فقط یک بار تو ملاقات بشی با خدا، اگه طعم آزادی و شفا رو در حضور خدا، نه با روان درمانی ها، نه با مشاوره هایی که پدیده های عصر نوینه، بلکه اون حضور غنی خدا با تو یک بشه، در اون اتحاد خدا قرار بگیری، دیگه هرگز این خیالت نیست که با گرسنگی و تشنگی زندگی کنی یا گرسنگی و تشنگی تو از چیزهای دیگه اشباع کنی. چرا انسان‌ها در این تله‌ها گیر می‌کنن عزیزان؟ چون گرسنه و تشنن. انسان قحطی زده است، چون به دنبال آب و نانه، چون تشنگی و گرسنگی اون باعث میشه جاهایی بره که تو تله بیفته. پیدایش باب 42 آیه 1 و 2 خیلی زیبا اینو میگه، میگه اما یعقوب، عزیزان خود گوش کنی آیه که پر از عظمته، اما یعقوب چون دید که قلعه در مصر است، در کنعان قلعه نبود، قحطی بود، پس به پسران خود گفت چرا اینجوری داریم به هم ظلم میزنیم؟ چرا هی میزنیم تو سر کله خودتون؟ مگه نشنیدیم که در مصر فراوون قلعه یافت میشه؟ بریم اونجا بخریم تا زنده بمونیم، که اینقدر جون نکنیم تا آخر بمیریم. متوجه شدیم از سرزمین کنعان که وعده خدا بود برگشتن به سوی مصر. به خاطر چی بود عزیزان؟ گرسنه و تشنه بودن. داستان روت و نعومی یادتونه؟ اونا به دنبال نان بودن بدبختا. تو بیت لحم شهر خدا یه مدت قحطی شده بود. گفتم بریم کجا؟ سرزمین موآب.
شاید اونجا نعومی گفت این شوهر و بچه های من بدبخت عاشقشون هم زنده بمونن. قوم رفت تا نان بخره و برگرده، 400 سال اونجا به بردگی در اومد عزیزان. نعومی رفت تا جان زنده بچه هاشو نجات بده، شوهرشو و دو پسرشو از دست داد. اونا رفتن که برگردن، ولی رفتن که موندن. عزیزان اونا به خاطر پلید بودن رفتن، پلیدی رفتن، انگیزه های نادرست بود عزیزان. نه، اونا به دنبال سیر شدن بودن، با انتخاب خودشون رفتن عزیزان، ولی با انتخاب خودشون دیگه نمیتونستن برگردن. سالها تو اون دام و تله موندن. و داستان من و توست، انسان قحطی زده برای بقای خودش، بقای مقطعی خودش دست به انتخابهایی میزنه که سرنوشت خودش و نسلش رو تحت شعاع قرار میده. حوضهای شکسته، سرابهایی که شبیه آبه، تا انقدر در این چرخه گرفتاری و دردمندی بمونه تا مثل قوم خدا 400 سال بعد ناله و استغاثه کنه. و خدا با فیض عظیمش بارها نوشته چون ناله قوم رو شنیدم برای آزادی و رهایی اونا رفتم. چرا زودتر نه؟ چرا 400 سال باید طول بکشه عزیزان؟ باور من اینه تا 400 سال اصلا نمیفهمیدن، خوشخوشانشون بود، به بردگی، به اون تله ها عادت کرده بودن. همین که شکمشون سیر میشد و یه سقف بالا سرشون بود کافی بود براشون. حوضهای شکسته سیرشون میکرد. این حکایت من و توست. تا انقدر دردمند و بدبخت نباشیم ناله نمیزنیم که خدایا بیا، اون موقع است که خدا برای ما به میان میاد. انسان گرسنه و تشنه برای خودش گاهی چاه و حوضهای شکسته پول میکنه تا خودشو سیر کنه، چون ارزش خودشو در پول، در کار بی‌دخلی میبینه. در یک مجله اقتصادی نوشته بود بیشتر مردم عزیزان برای این باورن اگه فقط 20% بیشتر درآمد داشته باشن، آیندهشو، بچه هاشو، ارث و میراثه، همه چی عالیه. ولی این 20% ها همینجور سال به سال باید اضافه بشه، چون همیشه کم میارن و اگه بیشتر نباشه دوباره گرسنگی و تشنگی روی اونا رخ نمی کنه. بعضی ارزش و هویتشون رو در حوضهای شکسته موفقیت جستجو می کنن، تلاش می کنن. گفته شده تجار عزیزان و ورزشکاران حرفه‌ای اصلا بازنشستگی براشون مرگه، چون تمام رضایت و آتش سیری ناپذیرشون رو در موفقیت و کاپ‌هایی که می‌گیرن به دست میارن. یک ورزشکار حرفه‌ای و نامی اینطور گفت در روزی که در قله موفقیت بود، گفت وقتی بچه بودم فقط آرزو داشتم 16 سالم بشه یه گواهی نامه بگیرم، ولی الان به قله رفیع موفقیت رسیدم. حالا چی؟ حالا باید چی کار کنم؟ متوجه هستی؟ مهم نیست چقدر موفق باشی، مهم نیست چند تا آسپیل نونگ و چند مدل و انواع اقسام زبان ها بلد باشی، تو باید بیشتر تلاش کنی. و بسیاری در حوضهای شکسته و چاهای با دست خود کنده ظاهر و زیبایی، لباس های متنوع میخوان رضایت درونیشون رو به دست بیارن. اونها بیقرارانه به دنبال زیبایی بیشتر، هیکل شکیلتر، یکمی بیشتر، گرسنگی شدیدتر برای زیباتر شدن، مورد توجه و تحسین قرار گرفتن، مرکز بودن. و دست به چه کارهایی که نمیزنن که فقط یکمی ظاهرشون جوانتر باشه. عزیزان من اصلا مخالف زیبایی نیستم، خودتون شاهدین که چقدر تشویقتون میکنم. و خودم انقدر عاشق زیبایی بودم که اصلا کارم تو ایران زیبایی بود، زیبایی پوست بود. یادم با چند هنرپیشه نامی که همتون میشناسینش آشنا شدم. یکی از اینا منو دعوت کرد به خونش برای اینکه کار زیبایی روی پوستش انجام بدم.
وقتی که رفتم اونجا دیدم تمام عکسای جوونیش رو دیوار زده با آه و حسرت داره فقط یه عکسا رو نگاه میکنه افسردگی شدید چرا من چین افتاده رو صورتم چرا من نگاه کن نسرین جون چه زیبایی من داشتم اون موقع اون نمیدونست عزیزان منم نمیدونستم که زیبایی حقیقی هرگز رنگ نمیبازه ظاهرن شاید چروک ها پدیدار بشه ولی یک زنی که گرسنگی و تشنگیشو با خدا رفع میکنه عزیزان نشانش اینه که از جایگاه سول به رنگ باختن ظاهرش نگاه میکنه به ظاهرش اجازه کمرنگ شدن میده چون این چرخه های طبیعی زندگیه این زنان هوشیار و حکیم به طور فزاینده عزیزان ظاهری شفافتر و زیباتر درخشانتر حتی در 90 سالگی دارن چون ایمان دارم که زیبایی حقیقی زوال ناپذیره خود پولس میگه تو دوم قرنتیان باب 4 آیه 16 میگه هرچند ظاهر ما هر روز داره از بین میره چروکا میاد قطر کمرمون زیاد میشه لیکن باطن ما روز به روز تازه میشه یه روزی از مدونا پرسیدن آیا تو شادی؟ آیا تو خوشبختی؟ گفت من شخص عذاب دیده هستم من شخص عذاب دیده هستم که صبح تا شب با شیاطین زیادی باید در حال مبارزه باشم اما میخوام که قدری شاد باشم عزیزان اقتصاد این دنیا به این حقیقت وابسته است که من و تو فقط مال زن نیست من و تو هرگز و هرگز از ظاهرمون خوشمون نیاد اگه فردا صبح که از خواب بلند میشی با اون آب زنده اون آب حیات لبریز بشی پر بشی و در نتیجه از ظاهر خودت خرسند و شاد باشی و بگذاری به سادگی بدرخشی فقط بدرخشی تمامی اقتصاد کاذب این دنیا فرو میریزه عزیزان و دنیا وارد یک بود تازه ی معنویت و تازگی میشه چاه ظاهر حوزهای شکسته‌ایه که آب تو خودش نگه نمیداره تو هر روز ناراضی تر خواهی بود چون چین و چروکای ما بیشتر میشه لباسهای ما تنگتر میشه مگه اینکه یک کیسه پول صبح تا شب داشته باشی هزار تا کارهایی بکنی که خودتو خوب نگه داری اما بعضی از ما در چاه روابط میخوایم تشنگی خودمونو پر کنیم اگه شخص مناسبی تو زندگیم باشه اگه این نیازهای شدت یافته من یه عشقی یه مردی یک زن مناسبی تو زندگیم باشه فقط منو محبت کنه فقط بفهمه این نیازهای شدت یافته برای محبت و عشق چطور پای ما رو در تله نگه میداره و باعث میشه دست به انتخابهای اشتباه بزنیم عزیزا محبت و عشق کلمه ایه که به خصوص ما ایرانی های احساساتی خیلی زیاد نگرانش هستیم مدتی وارد یک رابطه ای میشیم کمی سیر میشیم به تدریج محبت رنگ میبازه شخصی که دوستش داشتیم دل ما رو میشکنه دفعه بعد با دقت بیشتری عاشق میشیم دائم انتظارات خودمون رو پایین میاریم حالت دفاعی میگیریم پر از ترس و در اعماق وجودمون در نهایت وقتی یک رابطه شروع میشه در قلبمون میدونیم این رابطه هم آخرش بن‌بست خواهد شد به قول ایوب ترسی که از آن میترسیدم به سرم اومد بر من واقع شد خیلی از ماها قطعی زده تایید و تشویق هستیم پر از ناامنی من بارها تجربه کردم و واقعا میترسم جلو کسی تعریف کسی دیگر رو بکنم چون دیدم وقتی تعریف میکنی یکی رو ماچ میکنی بغل میکنی حالا سهوان یا واقعا قلبت به جوش اومده هم محبت یک سری فلول انفعالات شیمیایی در کسی که ناامنه و گرسنه و تشنه خداست به وجود میاد پس من چی؟ پس من چی؟ پس من کنار گذاشته شدم آیا اینجا یه آمین داره یا نه؟ با این احساس آشنا هستی؟ کلال جان سرعتم رو یه ذره کم میکنم الان یادم افتاد
و حتی نیاز به شکایت کردن، ناله کردن، دائما مشکلات خودمون رو بزرگ کردن، مطرح کردن، به درد دل من گوش بده، هیچ کی مثل من صدمه ندیده، هیچ کی مثل من، ما تغذیه میشیم از این احساس قربانی بودنمون. اگه دست برداریم از این احساسا چی میشه؟ چون از این احساسا سیر میشیم، درسته؟ دیگه کی به ما توجه کنه؟ کی بیاد دست بکشه رو سرمون؟ نیاز به پورنوگرافی، مشروبات الکلی، وقتی ریشه‌شو نگاه میکنی یک تنهایی شدید عزیزان، یک تهی بودن، یک خالی بودن، یک قطعی زدگی، یک فقر روحه که انسان به این وادی ها پاش کشیده میشه. آیا عیسی میتونه؟ آیا عیسی میتونه عزیزان با رویاهای ما رقابت کنه، با آرزوهای ما رقابت کنه؟ آیا عیسی میتونه ما رو راضی کنه؟ چی فکر میکنی؟ آیا عیسی میتونه زندگی های خالی ما رو که بعضاً مثل یک فیلم درجه دوه که حتی ارزش یه بار نگاه کردن اضافه رو نداره عوض کنه، این زندگی ها رو به یک زندگی ماندگار و ابدی که پر از ارزش های الهیه و تاثیرگذار مبدل کنه؟ آیا میتونه؟ عیسی چطور میتونه ما رو سیراب کنه عزیزان؟ عیسی چطور میتونه این همه تشنگی عصر محاصر ما رو سیر کنه؟ قبل از اینکه جواب اینا رو بدم، دلم میخواد مراحل تشنگی رو خوب بفهمیم. سه مرحله در تشنگی هست و سه مرحله در گرسنگیه. این مراحل از دو تا الجزایری که در یک صحرا گیر کرده بودن، ماشینشون خاموش شده بود و تو صحرا مونده بودن. این تحقیق از این دو الجزایری به دست اومده. گفتن که مرحله اولی تشنگی هشدار دهنده است. یعنی بلافاصله تشنه میشه. ما همه شده نیست؟ اگه زود بر نداری آب بخوری مثل من، یه فاصله برای کلاله. اگه تشنگی مرحله اول رو پر نکنی، دومی مرحله تشنگی موقت و شدید میاد. مرحله سوم تشنگی شدید و دائمیه. اگه مرحله دوم اشتباه نشه، مرحله سوم به سراغت میاد. باعث میشه عزیزان، خوب گوش کنید، که انسان حتی ادرار خودشو بخوره. این دو نفری که نجات پیدا کرده بودن، بعد از سه هفته روزها زیر کامیون دراز میکشتن، میخوابیدن، غذا داشتن، نمیخوردن، چون خوب میدونستن تو صحرا گرسنگی انسان رو نمیکشه، بلکه تشنگیه. بعد از سه هفته که پیداشون کردن، خودشون گفته بودن انقدر سرگشته و بدبخت شده بودیم که حتی حاضر بودیم سم بخوریم. عزیزانم چی میخوام بگم؟ سکس، قدرت، زیبایی، موقعیت، شهرت، اساسا هر چی که فکر میکنی تو رو ارضا میکنه، اون درون توهی و خالی تو رو پر میکنه، بیشتر ما رو به طرف اسارت، بندگی و تله ها سوق میده. چرا؟ چون دزد اومده که بدزده، نابود کنه، هلاک کنه، اما عیسی مسیح اومده که تک تک ما حیات بیابیم و آن را هر روز زیادتر، نه یه قطره چکون، فقط یه نفسی هن هن بکنی فقط برای یه روز دو روزه، بلکه حیاتی وافرتر، لبریزتر، سرشارتر داشته باشی. همینطور گرسنگی هم سه مرحله داره. ما همه تصاویر تکان دهنده قطع زده ها رو دیدیم در آفریقانی، به خصوص بچه ها. مرحله اول اینه که چربی بدنشون رو از دست، بافتای بدنشون تمام چربی رو از دست میده. مرحله دوم اینه که معده ورم میکنه و موهای سیاه اونا چی میشه؟ به قرمزی مبدل میشه. مرحله سوم وقتی طولانی میشه، احساس گرسنگی دیگه از بین میره. دیگه اونا طالب غذا نیستن. دیگه گریه نمی کنن برای غذا. همجور دراز می کشن و منتظر مرگن. عزیزان از نظر روحانی هم،
اگه ما ذائقمون با آب حیات با نان حیات سیر نشه، اگه با عیسی مسیح خداوند ملاقات نشیم، ما همینجوری گرسنه و تشنه مات مات میایم فقط آمین آمین میکنیم. آمین. عیسی خداوند دو تا کلام قرینه داره در انجیلش که خیلی خوبه که توجه کنیم. همزمان این دو تا کلامو گفته در لوقا، هر دو تاش در لوقا باب 6ه. در لوقا باب 6 آیه 21 میگه خوشا به حال شما که امروز اگه گرسنه و تشنه خدا هستید، زیرا وعده خداست سیر خواهید شد. عزیزان، و در آیه 25 میگه وای بر شما ای سیر شدگان زیرا گرسنه خواهید شد. وای بر شما که با هلهوله این دنیا خودتون رو سیر میکنید. وای بر شما که تشنگی و گرسنگی خودتون رو برای اون چی که سیر نمیکنه مصرف میکنید. وای بر شما که نقره و پول خودتون رو برای اون چی که نان نیست و شما رو سیر نمیکنه هدر میکنید. وای بر شما که مشقت جان خودتون رو صبح تا شب میدین برای آنچه که شما رو سیر نمیکنه و دائما گرسنه و تشنه میمونید و بعضاً به این گرسنگی و تشنگی خو میکنید. در اشعیا 55 آیه 3 میگه گوش داده از من بشنوید، بیایید چیزهای نیکو رو بخورید تا جان شما فر بشه. گوش خود را فرا داشته نزد من بیایید تا جان شما زنده بشه. عزیزان، اما مددکاران دلسوزی هستن، مددکاران اجتماعی دلسوزی هستن که وقتی اون بچه های قطعی زده میفتن میدونی چی کار میکنن؟ میرن اونا رو بغل میکنن با صبر، یه کمی قلقلکشون میدن تا اونا دهنشون باز شه، بعد کم کم غذا به اونا میدن. بر این اعتقادن که اگه یه کمی صبر کنن این مزه این غذا رو دوباره این بچه ها کم کم بچشن، دوباره اشتهای اونا باز میشه و شروع میکنن به خوردن. عزیزان، عیسی دنبال ماست مثل اون مددکار دلسوز، همطور که دنبال زن سامری بود در اون زل آفتاب به اون نگفت بدبخت فاسد که این همه کارای اشتباه کردی الانم میری پنهان کاری میکنی، زور میای آب از سر چشمه برمیداری که کسی نگات نکنه. به اون نگفت، چون این یه جنایته وقتی به یکی که گرسنه و تشنه است بگی بدبخت و فاسدی. نگفت تو زندگی ننگین بار رو داری، بلکه گفت تو تشنه‌ای، تو فقط گرسنه خدایی، تو فقط باید از این آب حیات که منم بنوشی. آمین. عیسی فاصله رو در قلب اون زن پر کرد، عیسی حفره های خالی رو در اون زن پر کرد. اگوستین قدیس گفته خدایا قلب های ما بیقراره تا در تو قرار نگیریم، آروم و قرار نمیگیریم. عزیزان، آزادی، شفا، سیری یه هدیه است، دستاورد من و تو نیست، ولی فقط یه شرط داره. مثل اون قوم قحطی زده بدونی که چقدر دردمندی و پا تو تله گیر کرده. اون موقع وقتی فریاد میزنی به مسکین بودن روح خودت پی میبری، عیسی همینجور که به ملاقات زن سامری اومد به ملاقات من و تو هم میاد. باور میکنی؟ چند تا آیه براتون قرائت میکنم در باب 4 انجیل، باب انجیل یوحنا باب 4 آیه 7. عیسی خسته از سفری طولانی در اون گرمای طاقت فرسا سر چاهی که زنی سامری به جهت آب کشیدن میاد اونجا میشینه. عیسی وقتی که اون زن میاد به اون میگه جرعه آب به من بنوشان. زن به اون میگه چرا تو که یهود هستی از من که زنی سامری هستم آب میخوای؟ زیرا یهودیان با سامریان هیچ معاشرتی ندارن. عیسی به اون میگه ای زن، اگه بخشش خدا رو میدونستی
اگه نعمت خدا رو میدونستی، اگه قادر بودی، اگه قادر بودی که این زمان سرنوشت ساز خودتو که الانه، همین الانه، بفهمی، هر آینه از من خواهش میکردی به جای آب چاه ایستا به تو آبی زنده و پویا بدم. انگار اینجا داره این زن سامری رو باش صحبت میکنه، ذائقش رو یه کمی برای آب زنده تحریک میکنه، قلقلکش میده. متوجه هستی؟ این مددکار دلسوز ما. و زن میگه ای آقا، وقتی یه کمی انگار تحریک شده، میگه ای آقا سطل نداری، چاه عمیقه، تو از کجا آب زنده داری که به من بدی؟ وقتی نگاه میکنی به حرف زن، واقعا حق داشت. چاهی که بتونه خواسته های سیری ناپذیر من و تو رو عزیزان پر کنه خیلی عمیقه. و عیسی در جواب او میگفت هر که از این آب چاه بنوشه باز هم تشنه میشه، اما کسی که به نزد من بیاد آبی که من به او میدم بنوشه ابدا تشنه نخواهد شد، بلکه اون آبی که از من مینوشه در اون چشمه میشه که تا حیات جاوی ادامه داره، میجوشه. عزیزان داره اشاره میکنه به یک زندگی پر از روح القدس. انگار داره بهش میگه ای زن، ای مرد، شاید عیسی داره الان به تو میگه میخوام به تو آب زنده و پویا بدم که مانند اون آب چاه دنیا، اون آب چاهی که تو دنیاست ایستانیست، خسته کننده نیست، ملال انگیز نیست، باطل و عباطل نیست. من نمیخوام مثل آب چاه دنیا به تو بدم. و زن انگار یکمی فهمیده، یکمی مثل اون بچه های قطعی زده دهنشو باز کرده، ولی چون عادت کرده به گرسنگی دوباره داره از مسیر خارج میشه. این خیلی از ماها شروع میکنه به داستان سرایی، به گذشته رجوع میکنه، انگار میخواد عیسی رو یه جوری با ترفندهای ما انسان ها دیدی از مسیر خارج کنه. پدران ما عیسی مسیح چجوری تو میگی؟ تو این کوه پرستش میکردن، شما میگین تو اون کوه پرستش کنی؟ اصلا چی داری میگی؟ قربون عیسی مسیح خداوند برم که گول نمیخوره. ای زن، دوباره میارتش تو مسیر، مرا تصدیق کن تا از تو زنی بسازم که نه سر این کو، نه سر اون کو، نه فقط بیای کلیسا و از این سمینار و اون سمینار آواره باشی، بلکه از تو یک پرستنده حقیقی میسازم، اون پرستنده‌ای که در روح و راستیه. آمین. عیسی نگفت آخه الهی بمیرم، آخه جانم میدونم تو اصلا طرد شده ای، اصلا اجداد تو هم طرد شده، این ژن طرد شدگی روانشناسی میگه به تو منتقل شده، چون اصلا قوم یهود همیشه با سامریا بد بودن، از بچگی زدن تو سر شما برو عشق من سر این کوه دلت میخواد پرستش کن، اگه میخواد سر اون کوه دلت میخواد پرستش کن، سر همین چاه هم میخواد پرستش کنی پرستش کن. اصلا مهم اینه که تو طرد شدگی نداشته باشی. میگه ای زن مرا تصدیق کن. آمین. بسیاری از ما مثل زن سامری قادر به تشخیص زمانهای خودمون نیستیم و چه آسون از زمانهای سرنوشت سازمون عبور میکنیم. ای زن مرا تصدیق کن تا از تو زنی بسازم که نه تنها فقط بری و بیای، بلکه یک نمونه باشی که دنیا رو تکون بدی. آمین. وقتی زائقه تو با من، وقتی با من ملاقات بشی با این آب حیات، مثل اون بچه آفریقایی که اگه تسلیم مرگ و نیستی این دنیا شدی، به جاش یک تحول عظیمی در تو به وجود میاد که از تو یک پرستنده حقیقی در روح و راستی، نه اینکه وقتی میای کلیسا اصلا نفهمی چه جوری داری فقط دهنت خون بخوره، بلکه قلب تو شاه شاهان تو میپرسته. عزیزان عظیمترین پادزر قحطی های زند روحانی ما نه موفقیت و شهرت و زیبایی و این چیزاست، اول ملاقات با خداست، و ملاقات با خداست که ما رو وارد اون پرستش حقیقی در روح و راستی میکنه. آمین.
پرستش درمانی. کاشکی به جای روان درمانی که این موقع جان این خادمین رو داره شیرش رو میبلعه، کاشکی روان پرستش درمانی توی کلیسا بود که فقط و فقط از طریق ملاقات با خدا ما وارد این پرستش ها پرسه شفا و آزادی میشیم. خود من عزیزان تا به امروز نه روان درمانی بوده نه مشاوره بوده، منی که از جمعی شما که اینجا نشستین سطل به دست، سطلهای خالی، سطل نماد آرزوهاست نیست؟ آرزوهایی که شاید یه قطره آبم تشنه میبینیم، سطل به دست از این چاه به اون چاه آواره بودم، دائم برای خودم پوزهایی میکندم، خرابکاری پشت خرابکاری، تله پشت تله، بهاهای سنگینی که با روح و روانم پرداختم. فقط و فقط ملاقات با خدا بود که الان فیض خداست اجازه دارم اینجا بیستم. کار من هنوز تموم نشده، برای همین تشنه و بدبخت خدا هستم، چون میدونم اگه با اون ملاقات نشم یه لحظه نمیتونم اینجا بیستم. و داستان آزادی و رهایی این زن از دام تله ناآگاهی چقدر زیبا عزیزان به تصویر کشیده شده. آیه 28، آنگاه زن سطل خود را، اون سبوی خود را، اون آرزوهای بیقرارانه سیری ناپذیر خود را پرت میکنه، به شهر میره، مردم را گفت بیایید ببینید، کسی را ببینید که آنچه را که کرده به من گفت. آیا این مسیح نیست؟ آیا این مسیح شده خدا نیست؟ پس اونا از شهر بیرون اومدن و همه مثل سیل نزد عیسی روان شدن. عزیزان، زنی که به خاطر نداشتن کارنامه اخلاقی درخشانش سر زور می آمد آب بر می داشت، پر از کینه درد بود از مردمی که صبح تا شب شماتتش می کردن. چی شده؟ حالا جار می زنه، چون که از قلمرو اسارت، از قلمرو مصر، به خاطر ملاقات با عیسی مسیح، آب زنده، آب حیات، این نان حیات، پاش از تله بدبختی بیرون اومده، برای همین پرواز کنان داره به سوی مردم میره، دف زنان مثل اون مریمی که از مصر بیرون اومد، شادی کنان، پای کوبان داره به سوی مردم میره. خجالت نمیکشه، اون دنبال آبرو خودش نیست، چیزی برای قایم شدن نداره، چیزی برای پنهانکاری نداره، حتی از مردمی که روزی نکوهشش میکردن، محکومش میکردن، هیچ کینه ای نداره. این آب زنده است که پسمونده اون چاها از زندگی ما پاک میکنه، پر از شور و انرژی، پر از شادی، پر از آزادی و رهایی، از این تله و دام بیرون اومدن، به جای اون توقعات سیری ناپذیرش، به جای اون ناله و فغان، این زن سامری شادی کنان، پای کوبان برای معرفی شاه شاهانش میسته و به مردم اورشلیم میگه مثل شلمی، بیاین ببینین او با جان من چه کرده. محبوب جان منو که محبوب ترینه، بیاین ببینین، بیاین ببینین، به جای اینکه در سایه کدوهای یونس بشینم، این بدبختا، سایه این دنیای زوال پذیر، زیر سایه خداوندم شادمانی دارم زندگی میکنم، میوه های او، خصوصیت عالی او به کام من شیرینه. بیاین ببینیم که چقدر مرغوبه، دهان او چقدر شیرینه. بیاین ببینین ای دختران اورشلیم، این محبوب منه، این عزیز منه که بر هزارها این دنیا افراشته شده در قلب من. عزیزان، خدا
امروز میخواد اون شور و حرارت خاموش شده در ما رو بیدار کنه، اون قوت رو به تحلیل رفته رو، اون دیوهای خلع سلاح شده رو که هر از گاهی میاد ما رو اسیر این دنیا میکنه سرکوب کنه. خدا میخواد در این زمانهای آخر عروسان ملاقات شده، آزاد و شاد رها شده از اون تله ها، دست برداشته شده از اون پوست های شکسته، چاه های ایستا ببینه در حضورش. آمین. خدا میخواد نه فقط ما رو سطلامون رو پر کنه، بلکه ما رو لبریز کنه. عزیزم، در اعداد آیه خیلی قشنگی که پیدا کردم، باب 24 آیه 7 میگه روزی خواهد آمد که شما مثل درختان سرو کنار جویبار خواهید بود و آب از سطرهای شما بیرون ریخته خواهد شد، سرازیر خواهد شد. وعده لبریز شدن، سرازیر شدن. عزیزان، بیا سطرهای آرزونو نزد عیسی ببریم. آمین. بیایی نزد عیسی بریم تا مثل باغ سیراب بشیم، چشمه‌ای که آبش کم نشه. خدا میگه تکاپوی تو رو میبینم، ای عروس من، برای به دست آوردن نان، برای به دست آوردن آب این دنیا، چطور در جاهای نادرست داری خودتو سیر میکنی. بیا اگه این کلام با قلب تو حرف زده، اگه فقط و فقط یک دعا در قلب توه، عیسی تو رو دعوت میکنه به جلو بیای. اگه فقط این دعا در قلب توه، دعای زن سامری در باب 4 آیه 15 که گفت ای آقا آن آب زنده رو به من بده تا دیگه سر چاهای عیسی و باطل و عباطل این دنیا مشغول نباشم. دعوت عیسی از تو اینه، چشمای خود تو یه لحظه ببند. خدا از تو دعوت میکنه که با قلب و زبانت به جلو بیای و بگی با این دعایی که در قلبت و بر زبانت جاری شده، ای آقا، ای سرور، ای محبوب من، اون آب زنده رو به من بده که دیگه تشنه نشم. اگه تای سطل تو قطراتی اندکی ملاقات های کوچیک قوت خدا امروز میخواد تو رو لبریز کنه، امروز خدا میخواد یک چشمه از درون تو جاری کنه. امروز خدا همینجور که به سراغ زن سامری رفت، امروز به سراغ تو میخواد بیاد، ای مهمون عزیز که هیچ مذهبی، که هیچ این برمور زدنی نتونسته اون توهی بودن و خلای تو رو پر کنه. امروز عیسی منتظر توه. بیای خداوند، ای خداوند، تشنه وجودتم، تشنه حضورتم. خداوند، من و تک تک ماها احتیاج به تو داریم. بندهایی در دست و پای ماست، زنجیرهای دنیا دوستی، خودپرستی، ناآگاهی، جهالت. ای خدا، بیا چشمای دل ما رو باز کن. بیا ای خداوند، خالی بودنهای ما رو با اون آب زنده پر کن تا تو رو خالصانه تر، عاشقانه تر دوست داشته باشیم، تا از توی شناخت تازه داشته باشیم. بیا قلب ما رو، درون ما رو عوض کن تا با شجاعت بیشتری مثل زن سامری، مثل شلمید از تو بگیم، از محبوب جانمون به دنیا بگیم. تا با شفقت بیشتر، با بردباری و عظمت بیشتر تو رو خدمت کنیم. بیا آب زنده رو در ما جاری کن تا با شوق بیشتری تو رو پرستش کنیم، تا
تو مثل شاگردان در راه امواس دلهای ما در اندرون ما بسوزه از ملاقات با تو تو مبارک بشیم تا ایمان ما وارد یک مرحله تازه‌ای بشه در این زمانهای آخر تا تقویت بشیم ای آب زنده بیا ما رو لبریز کن تا ایستادگی ما در این بادهای مخالفی که از هر سو به ما میان استوارتر پاهای ما پر قوتتر باشه بیا به سراغ ما تا اون بارهای گذشته که هنوز دست و پای ما رو بسته اون خاطرات شفا نیافته که سالها داریم حملش میکنیم فرو بریزه بیا به سراغ ما تا مسیر رو تو همه اون جلال و عظمت و زیباییش بپرستیم مسیح در ما شکل بگیره تصویر زیبای مسیح از ما دیده بشه زنده با قدرتت با حضورت با لمست ما رو آزاد کن از این تله ها تا سرودی تازه برای تو بسرایی دعوت میکنم از کلیسا از هر کسی که این دعا در قلبشه که دنبال آب زنده است خیلی قوی احساس میکنم خدا میگه تشنگان ای گرسنگان کسایی که تشنه و گرسنگی خدایی امروز خدا رو تصدیق کن که خدا اینجاست امروز زمان تفقد خودتو بشناس عیسی اینجاست حتی اگه فکر میکنی سیری امروز ملاقات شدی کفایت نمیکنه در زمانهای آخر بیا بیشتر بذار این نارضایتی درونی تو روحانی باشه از او بیشتر بگیر از دولت او از فهم او از شناخت او از زیبایی او از بیهمتایی او از صبر او از شفقت او از راستی او بیشتر بگیر با حضورش بارهایم رو
Sasha.
Rahora si, 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 rah
قیامت تا هم.